خونه بر نمیگردم و گفته باشم؟ بلکه مادر من هزار تا کار دارم، باید برم. تو هر کاری هم داشته باشی، هر جا بری من با تو میام. من باید بفهمم پاسپورت تو رو برای چی برداشتی. به توش دور نزن، من خونه بر نمیگردم، پیاده نمیشم. آقا میخوای بدونی من کجا میخوام برم؟ آها، بنده با اجازت میخوام با رحمان و رحیم برم ترکیه. راحت شدی؟ ترکیه چی؟ پول از کجا آوردی؟ مفتیه. بهتاش آدم باش، راستش بگو پول از کجا آوردی؟ آقا پدرت آدم حسابی بود و درست زندگی کرد. من مادرتم، راست بگو. فهمه بی خودی برای خود داستان نساز، میگم مفتیه، ارسطو میخواد ببره. بعدش هم من که تنها نیستم، 10-20 نفر از فامیلارم میخواد ببره. این همه آدمو میخواد مفتی ببره ترکیه؟ عاشق چشم ابری شماست؟ بهتاش من راست بگو، ولی خودم از موتور پرت میدم با این راحت میشم. ای خدا، دیوانه شدی؟ بابا میگم قراره جای پول ما 30 کیلو جنس براش از اون بر بیاری. وای ما مشتوم، چی داری میگی؟ 30 کیلو جنس؟ نیم کیلو این ادامه؟ خدا منو بخشه. آه فهیمه، میگم عزیز من 30 کیلو جنس یعنی جنس یعنی لباس، یعنی لباس بیارین، یعنی براش لباس بیاریم، این بیاره تو بوتیک بفروشه. لباس بیاری؟ اون وقت کیا هستن؟ هیچی دیگه، هرچی ککل و کور و درب داغون و مفقر و عرسو جمع کرده میخواد ببره به غیر از من. کی میبره؟ کیا هستن؟ بابا همین قنبردهی و چی شوهرمه و این یارو کی؟ رحمان رحیم چیده؟ همین دوغلوها و از همه رو میخواد ببره دیگه. بارا دیگه ناخره رحمان دعوا داری؟ تو ما رو داخل آدم حساب می‌کنی؟ دعوا داری؟ تو به ما نگو. همین دیگه، ترسش از نقی، از نقی میترسه، وگرنه از خداشه که ما بریم. پنجاه و نه تا پاسپورت بردن. پنجاه اونو بگه 60 دیگه. تو فکر میکردی تو زندگی دقیقا فامیل داشته باشی؟ آقا اینه نگاه کن، پاسپورت حسن شکوهیه. من به عمرم جان رحمان رحیم فکر نمیکردم این اصلا شناسنامه داشته باشه، پاسپورت داره. آقا اینا علیکیه، برای کلاس و فخرفروشی ایناست، وگرنه شما یه ورق بزن از نامه اعمال مادر من سفیدتره. اینا همش گذرنامه، یه چیزه، چی میگن، موقته. این چیزا موقت؟ مرد حساب شینگن داره، طرف اروپا رو دور زده. اوه یه آقای شکویی بایمه میگم میخوای من ارسطو صحبت بکنم منو تو رو یواشکی ببره؟ من تو بریم بیروز چی؟ اونو دیگه میسپاریم به زنده ما، بعدا ما بگیم کجا رفتیم. هیچی دیگه، میگیم رفت، نه نمیگیم رفتیم، میگیم رفتیم تهران برای چک آقا مسلمان. چک مسلمان؟ بعدا ما برگردیم نمیگن چک چی شد؟ مثلا دیوانه شدی؟ این همه آدم از علی‌آباد بلنشن برن ترکیه برگردن، اینا ساکت میمونن؟ دهن اینا بازه، همه جا رو پر میکنن آقا، رسوا میشی. اصلا به گوش دایی تو برسه گردن منو میذاره لب باغچه میبره. آخرت هم کامران فدایی داری؟ فهیمه جان پس یه بزرگواری بکن، تو با ارسطو صحبت کن منو ببره، چون گفته اگر رضایت‌نامه دایی نباشه من تو رو جایی نمیبرم. بابا این نقی آبروی منه برده. چرا؟ هر جا دومت آدم میدیم هر ننه قمری میخواد ما رو نصیحت بکنه. دیگه کار به جایی کشیده که این رحمان رحیم منه دارن خنده میکنن. تا حرف میزنم تا دم وا میکنم میگن ای از دایید اجازه گرفتی میخوای حرف بزنی؟ بزنم مغز اینا رو من بکوبونم. غلط میکنن. تو الان منو ببر بوتیک ارسطو، من یه جوری با این حرف میزنم، اینو نرم میکنم، همه ای ما رو با خودش ببره، همه ای ما رو. من تو دوی نقی ندون به آه. برو. ترتر میکنه که؟ چرا ترتر میکنم؟ به خاطر که آقا نقی بنزین تموم کرده. فهیم من نخوام نقی ماموری دایی من باشه، کیا باید ببینم؟ لا 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 لا، حالا من چه بکنم؟ یه چی دیگه پیاده شما منم بنزین بزنم. بنزین بزنی؟ آره. اون برا میری؟ آره خودت میری؟ آره. مبینا، ستایش، خانم عطایی بیا اینجا، بیا اینجا، رحمت ها بیا اینجا، اینجا من باید بخش دارم، بیا اصحایی میکنم دوزه کیه پس؟ پلیسه؟ پسرم میمانه کیه؟
حرامزاده چه با خیال راحت هم داره دزدی میکنه. بله خیالش راحته چون کسی توی مغازه نیست. این ستا که با این مانکن ها هیچ فرقی ندارن که. باز مانکن به یه دردی میخوره، اینه لباس ها بیدون میکنن. این ستا شیربرنج که به هیچ دردی نمیخورن، فقط بلدن راست راست را برن، نسکافه بخورن، چای تموم کنن، 500-500 حقوق بگیرن. سه تا آدم این، 6 تا چشم، یه وجب مغازه. پشه توی مغازه را بره، شما باید این امشی کنید. نگاه کن آخ مردی با خیال راحت همچین این تیشرت و لای کتش میذاره، انگار برای کالباس لای فانتزی میپیچه. آخ شما کجایین؟ حواستون کجاست؟ کجایین؟ مگه کورین؟ مگه نمیفهمین؟ من نگفتم وقتی مشتری داخل مغازه میشه یه جوری واسین دیده 360 داشته باشید؟ من توضیح بدم آقا رسول. ساکت! سایلنت! اسپیک افتر! بذار آقا رحمت داره، من میدونم شما. داشت نگردار نگاه کن، مردی دستش انگار چسب داره، نه یه تیکه نه دو تیکه پنج تیکه برداشت. بله دیگه، بله، وقتی با دست کورا طرفه همینه دیگه، فدای تو بشم من. باز خدا پدر مادرش رو بیامرزه، به اندازه مصرفش برداشته رفته. یه چای نسکافه اینو میداد اینا. خانم عطایی، من به شما نگفتم وقتی داخل مغازه هستی مشتری میاد آرایش مثلثی بگیرین؟ گفتم یا نگفتم؟ بزرگ بگو، گفتم یا نگفتم؟ بله. پس چرا آرایش اینجا خطیه؟ ببخشید. چیکار کرد؟ نگردار. زوم کن. خطیرشوشو ببین، سوزنیه. اینو میتونی یه زاویه دیگه نشون بدی من کله اینو درست ببینم؟ بلکن رحمت جان، چرا چرت و پرت میگی؟ برنامه 90 مگه اینجا؟ آقای مشتری منه، من اینو میشناسم. این دو هفته پیش اومد مغازه من، گفت سوزنی باریک کن خاطرش منه. میشناسی اینو؟ خدا رو شکر دیگه دوز مغازه تو هم راست میگی جان تو. من سگ دارم جان داداش، خاطرش جان من اینو میشناسم. ندید فدای تو بشم من. من نوکرم. فدای تو بشم. این دفعه شانس آوردیم این آقا رحمت، خدا پدر مادر تا هزار تا شب جمعه بیامد. دوز رو شناسایی کرد. دفعه بعدی دیگه وجود نداره به خدا، این دفعه آخرمون بود. قول میدیم. مبین ستایش. قول آقا چش. بزرگ بگی من بشنوم. قول. این دفعه تکرار بشه کاری نکنین که من مجبور بشم تبدیل نیرو کنم. حواستون رو جمع کنید. مشتری ما داخل مغازه چی؟ آرش مثلثی. بزرگ بگو. آرش مثلثی. سلام آبجی. حالا نمیخواد بر من زرنگ بشین. دختر خاله منه، خطی و سینادی واسین. سلام دختر خاله، خوش اومدید. خوب هستی؟ چتی هستی؟ خواهش میکنم شما هر موقع تشریف بیاری قدم شما بالا سر. بفرمایید. دختر خاله، چای، قهوه، نسکافه، اسپرسو. من یه چای کم رنگ میخورم، قندم میاد. چای کم رنگ. سارونیکا چطوره؟ خوبه. بهروز چطوره؟ الحمدلله. شکر خدا. خوش تشریف بیارید. دست شما درد نکنه. کادو اون قشنگی برای بچه‌ی من خریدی؟ انجام وظیفه بود. با هم خریدیم. بهرون من شرمنده کردی، من انتظار نداشتم. دوست شرجیه؟ حسابی، از کادوهای دیگه نگاه نکرد بچه‌م. چی گفتم تو رو رحمت؟ خدا پدرتو بیامرزه آبجی، کادویی هم نهی برده بودن. نصف دیگه پتو پلنگی برده بودن، نصف دیگه هم پارچه لیوان و ساعت. مردم بی فکرن انقدر. دراز چطوره؟ آقا رحمت مؤدب صحبت کن. دراز چی چیه؟ بچه من اسم داره. خوب منم رحم و رحیمو بگم دوتا قلمو چطوره؟ بعد زشت جوونه اینا غرور دارن. بله راست میگه، درست نیست. جوونه و بی‌طاقت. یه دفعه از کوره در میره، اینم دست پا بلند و سنگین و درش مارش اینا میزنه چپ و راست میگه، یه نرماده تو رو میزنه تاخیر میشی تو محل آبری تو میره. ببخشید اصلا من غلط کردم، معذرت میخوام. بهداشت چطوره؟ دست شما درد نکنه. بهداشت خوبه، با هم بودیم. الان رفت اون بنزین تموم کرد. او یس، پس بنزین. ای خاک تو سر من که دختر خاله من به خاطر اینکه بنزین تموم کرده اومده من سر بزنم. نه آقا، اتفاقا ما دوتایی به قصد اینجا اومدیم. من از شما هم خیلی دلخورم. دلخوری؟ آره، این جریان ترکیه حقیقته؟ بهداشت چیزی گفته؟ به جان دختر خاله من به خودش گفتم تا رضایت مادرت نباشه، تا رضایت نقی باشه اصلا تو رو نمیبرم. مسئله بهداشت نیست، مسئله نقی و خانواده اینه. پسرخاله تو هفت پشت غریبه جمع کردی داری با خودت میری ترکیه و پسرخاله خودت نیبری؟ بعد میگم آقا رحمت؟ نه والله آبجی، منم بهش اصرار کردم، گفت دیگه الان راه ندارم. اصرار برای چی؟ من از خودم نقی کوتاه نمیاد. نقی میگه این دیگه پسرخاله من نیست، این آدم نحس آدمه، بدقدم آدمه، سرزنشو خورده، با پول خونه زنش زنده است. من اینو ببینم دست و پا اینو از ده جا میزنم میشکنم، دهن اینو از پس و پشت جر میدم. نقی گفته. پسرخاله قبول کن دیگه، حق داره. آقا تو خودت زن بچه نداری، نمیفهمی، عذبی. داداش من سر این تصادف حسابی داغون شد. خودش یه جور، هما یه جور، بابا یه جور. آقا من قبول دارم که بی احتیاطی کردم، نباید پارو میدادم بالا.
شوخی نابجا، ولی خب منم کمکاری نکردم دختر خاله. پیغام پسخام عذرخواهی، رفتم در خونهش، هر جا بوده تو لاین فیسبوک اینور اونور من اینو عذرخواهی کردم. آقا نقی همه درا رو بالکل بسته. باشه تو کوچیکتری تو کوتاهی. آقا زشت دوتا پسر خاله 5 ماه با هم دیگه غری. الان این سفر بهترین فرصت برای آشتی شما. ببین من کی گفتم. آبجی راست میگه. نقی کشته مرده خارج، پاش برسه ترکیه، همه چی فرخوش میکنه. دختر خاله شما خیلی خوب میدونه، منم میدونم. نقی فقط فامیلیش معمولیه. بله همه چیزش غیر معمولیه. این سفر کم سفری نیست. سفر تفریحی نیست، سفر کاریه. میریم اونجا جلو جمع فک فامیل، یک دفعه در میاد درزبونی میکنه، کلوگویی میکنه، یه چیزی میگه اون وقت به جمعشون. نه هرچی فکر میکنم واقعا نقی تو این سفر تو ترکیب ما نمیگن، یعنی جام نداریم دیگه. شما الان نگاه کن 59 پاسپورت، ما چند نفر میخوایم؟ 10 نفر. من کاری ندارم پسر خاله، داداش منو باید ببرید. یس فهمیدم. آقا نقی به گوشش خورده که من دارم میرم ترکیه، گفته ای یه سفری هست پادرمیونی کن که منم ببرم. نقی به من که دیگه نگو، من نقی بازار کردم. باشه من آقا 100 سال سیاه به خاطر یه ترکیه رفتن خودش سبک نمیکنه. چه بفهمم دختر، به جون بهروز من اصلا روی اینم خبر نداره. من الان به خاطر خودتون دوتا میگم که با هم دیگه همیشه مثل دوتا داداش بودیم، سری از هم سوا بودیم. دلم تنگ شده رحمت، اینقدر دلم تنگ شده برای خوشونتش. آقا تو نبودی نمیدونی چی سر این خانواده اومد این مدت. دختر خاله شما یه جوری میگه انگار من تو تصادف نبودم، من خودم اونجا بودم، من خودم بیشتر از همه صدمه دیدم، ضرر کردم جانن مالن ناموسن، من بیشتر از همه مغبون شدم. آدم که نکشتین، تصادف کرد. چرا آقا کشتی خبر نداری؟ باشین آقا رحمت اینجا ننشسته بود، من راحت میتونستم این مسئله رو برات توضیح بدم. رحمت جان بیا این پنجی رو بگیر، یه دقیقه برو دو تا بربری تهرانی بگیر، درو خشخاشی باشه یه نون تازه بخوریم. بیا پولتو بذار جیبت داداش. بربری خشخاشی دیگه چه صیغه ای؟ بگو برم بیرون میرم دیگه. آره دیگه خودت برو. چاش باب جی میرم، بذار جیبت فقیر نشی بابا. دشوار خورد. بفرما چای بفرما دختر خاله. والا ما یه تصادفی کردیم، هنوزم که هنوز این ترکشش داره میاد. پسر خاله تو میدونی وقتی ما تصادف کردیم هما حامله بوده، بچه این افتاده؟ فیلم هندیه؟ واقعیه. شوخی نابجا؟ به ارواح خاک بهبود واقعیه. آقا چرا تا الان صداش در نیومده بود؟ آقا نقی نمیدونه، یعنی هما اینه بروز نداده. منم امروز صبح فهمیدم. آخ جدی میگی واقعا دختر خاله؟ هما ترسیده چیزی بگه دهن وا کنه شر به. چه فرشته این زن، چه فرشته این زن. آقا میدونی بچه این پسر بوده؟ تو میدونی که داداش من چقدر پسر دوست داشت. نگو. ترسیده دهن وا کنه، میدونی؟ نگو خدا رحم کرد، دست پای من داره میلرزه. آقا بیشتر من واسه همین ترکیه میکنم دیگه. گفتم هما بره اونور یه بادو بودی کله این بخوره، یه حال هوای عوض کنه، میدونی؟ دکتر به این گفته سفر برای این خیلی مفیده. حالا دستور چی میدی دختر خاله؟ من چیکار کنم؟ نقی که جواب تلفن من نمیده، از هفت جا منو بلاک کرده. میخوای شما یه زنگی بهش بزنم بگو که مدارک خودش رو هما خانم و زن بچه‌ش رو همونو کلر برداره بیاره، من اینا رو بفرستم ترکیه، مالیش با من. هرچند من میدونم قبول نمیکنه که من میشناسم. اصلا قبول نمیکنه، اصلا، مخصوصا بدون که پای تو در میونه قبول نمیکنه. خدا میخوای یه گوسفندی بگیرم، پک فامیل دعوت بگیرم بیایم اونجا خونه شما، اونجا من عذرخواهی کنم جلو جمع، اینو عذرخواهی کنم، کوچیک میشم ولی خب جمعمون جمع میشه. نه تو رو خدا پسر خاله، داداش من میدونی مثل گربه میمونه، تو تنگنا که بیفته پنجول میکشه، راهش همینه که این گفت. کی؟ اون رحمت. آه رحمت چستی، حرف درستی زد، گفت همگی جمع کنیم بریم اون بر آشتی کنیم. میدونی داداش من ببینه زن بچه این حالشون خوبه، میگن میخندن داره به اینا خوش میگذره، مثل بره میشه کوتاه میاد. ندون به واقعا ندون. الو جانم مامان بهداش رسیدی؟ دارم میام مامان. بهداشه بگو بیاد اینجا. پسر خاله فقط این رحمت دلق بسپار یه جوری جریان ترکیه رو به گوش نقی برسونه، اسمی هم از تو نلوری. خب میگم سرخاله حتما اینه، تاکید کن سفارش کن که بگه این سفر رایگان مفتیه. سرخاله چون تو چرا اصلا امشب نمیای خونه ما بشینیم با هما حرفای ما رو یکی کنیم؟ نه من میام اونجا، نقی اونجاست، منو کتک میزنه، جلو جم کتک کاری میشه، درست نیست. آقا نقی کجاست؟ نقی نیست، نقی شیفته. نه اگه نیست که خب حتما باید بیام، من یه اسخایی سفت و سخت بدهکار هما خانم هستم، باید بیام. رسول جان فقط جان هر کسی که دوست داری حرفی از حاملگی و هما این حرفو نزنی. من اصلا دلقی کردم، من خاک بر سر واسه چی اصلا اینا رو گفتم؟ چقدر من بدبختم، به خدا اشتباه کردم. نه اساس نشو، اساس نشو، من یه قوطی شیرینی میگیرم، امشب میام دور هم جمع میشیم دیگه. باشه رحمت داداش، کی آرش کسی بیام پیشه؟ شما مگه پیش بهرام آلمانی نمیری عزیزم؟ دیگه نمیرم، بهش هر مدلی که بگی چرت و قیچی میزنه، وقتی که خراب کرد تاش آلمانیش میکنه میفسه پیری. ما
آلمانی دیگه. تو فکری برای چی بهم میگن برام آلمانی؟ ننه این آلمانی بوده یا بابای این آلمانی بوده؟ آرایشگر باید قیافه شناس بشه. همینجوری نمیشه موزره رو بگیری رو سر مردم زر 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 بزنی بیای عقب که. آرایشگر باید ببینه چه مدل صورتی، چه مدل پشم خورک و ریش و بویی بهش میاد. حالا مثلا خودتو نگاه کن، پیش پروفسوری کردی بوزی، صورت تو رو کشیده کرده. پاسکال رو نگاه، بی‌انصاف خربوز مشهدی درست کرده. این خط ریشای تو تا اینجا پایینه، یه خورده باید بره بالاتر. یادم بنداز شب یا مغازه ترتیبش بدم برات، این خط ریشا رو من کوتاه‌تر بکنم. فقط جان مادرت یاد من بنداز این موهای گوشت رو بزنم. چیه یه کوپ پشمینی در چای همون نمره؟ شب بیا. آبجی پاشویدی به سلامتی؟ با اجازتون آقا رحمت برم بری بچه من خونه تنهاست. سلامت باشی. یه مطلبی رو میخواستم خدمت شما عرض کنم. در چه مورد؟ میخواد بریم کافی شاپ یه گوشه دنجی دوتا آب میوه با هم بخوریم؟ کافی شاپ چی؟ یعنی چی؟ نه گفتم بشینیم سرپا با این هستیم. همینجا عالی آقا. بهتاش الان میخواد به دنبال من حرفتو بزن؟ یه مطلبی رو میخواستم عرض کنم خدمتتون. البته من میدونم اوکی نهایی رو نقی باید بده، ولی گفتم نظر شما رو هم در این مورد میگم. حرفتو میزنی نه چی میخوای بگی؟ راستش آبجی در رابطه با یه امر خیر ما میخواستیم مزاحم بشیم. چی؟ امر خیر چی؟ امر خیر. آقا رحمت تو انسان نیستی؟ تو جامعه نچرخیدی؟ چرا بیبود رفیق تو نبود؟ با این نون نمک نخورده بودی؟ آقا این لباس سیاه تن من نمیبینی؟ آقا ما هنوز عزاداریم. چی داری میگی؟ خجالت بکش آبجی. سلام مامان جان. سلام نقی جان. بیدار شدی؟ وایس. چی اومد؟ سلام نیکو وایس ببینم. مامان جان چی چی؟ وایس. وایس سارا. باز. سارا نیکو در باز کنی. مامان جان غلط کردی. تکرار نمیشه. سارا نیکو تا آخر عمرتون که اون تو نمیمونین که. بالاخره میایم بیرون وقت من میدونم شما. مامان جان چیه؟ چت شد؟ جنی شدی؟ من سر صدا نکردم که تو بیدار نشی. این دو تا دیگه شورشو درآوردن. بچهای پررو. چیکار کردن؟ تقلب. دیگه چیکار می‌خواستی بکنن؟ نقی جان تقصیر شما هم هستا. من حالم خوب نیست، من به هم ریختم، من عصبیم، من قرص میخورم، تو هم انگار نه انگار. مامان تقلب نکردیم، دیدی که تقلبامونو جا گذاشتیم. خب برای چی تقلبتون شما جا گذاشتین؟ یه تقلب کوچیک. نقی چی میگی میفهمی؟ از مدرسه زنگ زدن گفتن این دوتا تقلب کردن، اگه تکرار بشه اخراجتون میکنن، میفهمی؟ مامان جان ببخشید من تازه از خواب بیدار شدم، هنوز ویندوز من بالا نیومده. بیا نگاه کن. نگاه کن. من یه سوال دارم. چقدر وقت گذاشتی اینو نوشتی؟ من ننوشتم، نیکا نوشت. سارا تو بنویس. سوال منو جواب بدین. چقدر وقت گذاشتی این کوفتی رو بنویسی؟ نیم ساعت. این 5 دقیقه آدم می‌نویسه. نقی. کم. تو نیم ساعت نمی‌شد این 4 تا خط رو حفظ کنی؟ پس چیکار می‌کنین تو این خونه؟ از صبح تا شب دست به سیاه‌سفید که نمی‌زنین. از مدرسه میان کیف یه بار، مقنعه یه بار. نمی‌دونم کتاب یه بار، دفتر یه بار، جوراب یه بار، کفش یه بار. نفس عمیق بکش. نفس عمیق نمیخوام بکشم نقی الان. نکش. از صبح تا شب کلا تو گوشی اس ام اس. خجالت نکشین دیگه. نقی نمیخوای هیچی بگی تو. اه. همین. اماجا من تازه بیدار شدم، حضور ذهن ندارم. تو گفتنی رو گفتی دیگه. اماجا نهار چی داریم؟ دره بکن، دره بکن و موجه منون کیه؟ اخی تکون به خودت ندیو. بازم بله بله ببخش متوجه نمیشم. آها بله بفهمه. بشکن. صد دفعه گفتم کوشی دستم بشکن نزن. کیه؟ بیاتی با خواهراش.
در ادشه رو واکری اما جان. خب میپرسیده کارشون چیه؟ نقی میگه یا الله یا الله بگم نیاین تو؟ نیارشون این برا، ببرشون اونور منزله فهیمه، ما حوصله ندارم. نقی ویلچر رو انگاه برگردوندن. ویلچر آوردن؟ اما جان حرف ویلچر زدن من صدا میکنی دست میندازم دهن اینا رو جر میدم من آه. یعنی کاری میکنم بدون ویلچر نتونم برن. کجا میری بابا جان؟ کسی نیست بابا. کسی با تو کار نمیاد. بیا بابا جان، بیا بابا. بیا. برو آقا. برو ولش کن نمیام. برو ولش کن. برو بخواب بابا. برو بخواب. سارا نیکا. بیا تا ماما نیومده غذا بکشیم ببرید تو اتاق بخوری. بده این. سلام. به به به. خجالت نمیکشی شما؟ بدو این تا مادرتون نیومده. فقط قشنگ پرو پیمون بخورید دفعه بعد خوب بتونید تقلب کنید. ببخشید. بی تربیتا. به تدریج دست نزنید. فهیمه خانم نیستن نه؟ نه کار داشتن یه سر رفتن بیرون صد میان. با فوت شوهرشون چیکار میکنن؟ کنار اومدن؟ خب اول خیلی بیتابی میکرد الان بهتر. خاک دیگه سرده. او پسر فهیمه است؟ بله ماشالله ماشالله. پسر بزرگش چیکار میکنه؟ من شنیدم بیکاره. بیکار که خب یه سال تازه سربازش تموم شده. انشالله میگرده کار خوب پیدا میکنه. انشالله. شنیدم خیلی ناسازگاره، درسته؟ نه ناسازگار نیست، بیقراره. اونم حق داره، خب پدرشو تازه از دست داد. من یه چای بیارم براتون. زحمت نکشید. نه خواهش میکنم. دست شما در نکنه. کم رنگ باشه. تش داداش، صد دفعه نگفتم یه جا میریم انقدر چشمک دنبت نزن. اون دفعه زنه رو یاد کردی، مرده فکر کرد نظر داری گرفت تو رو یک پس خودو زد. ما نکن دیگه. نقی این چه فضیه؟ قشن سفره پنگ کن بشین نهارتو بخور. عمر جان چی میگن اینا؟ چیزی نگفتن از اینکه اون دفعه تو رو واسه سفره پنگ کردن؟ نه این چطوره؟ اون چطوره؟ تفره میرن؟ حرف اصلشون رو هنوز نزدن. نقی یه کاری کن، تا من اون برم سارا نیکا رو صدا کن بیا نهارشون رو بخورم. عمر جان لازم نکرده، اگه بچه رو تنبیه میکنی تا آخرش باید وایسی. اینجوری بچه بی تربیت میشه. بچه گشنه بمونه بهتر از اینه تقلب کنه. امروز تقلب کرد، فردا دزدی میکنه، جیب منو میزنه، جیب تو رو میزنه، قتل میکنه، جنایت میکنه، هزار تا کار میکنه. گنده نکن الکی قضیه رو، تقلبم نتونستم بکنم. اما من خیلی نگران این دو تا بچه‌ام. خیلی نگران. چرا که عزیز ما این رو یه تقلب ساده رو نتونستن انجام بدن، فردا چی جوری میخوان تو جامعه سر بلند کنن، زندگی کنن؟ ای خدا میجانه چطوری منو کشتین؟ به جام بکنین دیگه بابا جان. سه تا آدم 500 کیلو وزن دارین، یه تا کلمه حرف درست حسابی نمیتونین بزنین؟ ای شما چی کار دارین که پسر افسرده است؟ نیست چاقه، لاغر، کار داره نداره؟ بگید این بچه هر زن میخواد تمام. حل نکن داداش، زن میگیری، زن میگیری. تقصیر منه که شما سه تا پنگوئن سنگینی رو با خودم آوردم. شما رو بخواستم چه کنم؟ خودم تناری میمادم کار تمام میکردم دیگه. چقدر حرف زنی تو. بابا تو صدا کن بیاد نهار بخوره. گفتی بابا رحمت زنگ زد گفت سرم خلوت سلمونی، بابا تو بگی برده بیا سرکلش اصلاح کنم من. خیلی خب. من بابا رو میبرم از اون برم یک کله میرم سر کار. آره. نقی اینو تخفیف خواستم من چی بگم؟ بگو تخفیف مخفیف خبری نیست. مرغ نقی یه پا داره. میخواین ویلچر رو داد نزن این؟ میخواین ویلچر رو ببرین. اگه نمیخواین بابا تونی کل بگیریم. به ما ربطی نداره. بفهم. دستون درده. خواهش میکنم. بفهم. دست شما درده. با
بابا چطوره؟ بهتر شدن؟ این ویلچر به دردشون نخورد؟ والا نه، به درد نخورد. چرا نتونستن استفاده کنن؟ حقیقتش اینه که الان یه سال بابا افتاده تو جاش، اصلا به دردش نمیخورد. پس ویلچر بر چی برده؟ راستیتش ویلچر بهانه بود، ما برای یه کاری مزاحم شدیم. آها، ببینیم، من الان دیگه تو شورای شهر نیستم، ما یه تصادفی داشتیم. نه، ما برای فهیمه خانم مزاحم شدیم. بله، یعنی در واقع ما اومدیم اگه قبول کردن بیام خواستگاری واسه داداش. آخه داداش 3 سال پیش زنش فوت شد. بله شنیدم، خدا رحمت کنه. ماشاءالله داداشم همه چی داره، خونه، زمین شالی، ماشین، یخچال ساید بای ساید، لباسشویی، ظرفشویی، تبلت، آیپد، وای فای، ترد میل، دوچرخه ثابت. بچه ماشاءالله بچهش انقدر درشته که از این در تو نمیاد. به خدا اگه قبول کنه خوشبخت میشه. والا چی بگم، فکر نکنم شرایطشو داشته باشه. میدونین جای خالی بهبود هنوز اذیتش میکنه. آخه بالاخره که چی، اون بنده خدا مرد، تموم شد رفت. این جوون قشنگه، باید ازدواج کنه، باید زندگی کنه دیگه. تازه سال شوهرش هم سر شده، نذارین به این زندگی عادت کنه، بذارین هر چی زودتر شوهر کنه بهتره. من مخالف ازدواجش نیستم، ولی خب بعید میدونم قبول کنه. قبول میکنه، اگه شما باش حرف بزنین قبول میکنه. آخه خودش هم اگه قبول کنه پسرش محاله قبول کنه. پسرش داداش میبره سر شغل دولتی. آره، داداش با سواد، تاثیر کرده، جامعه دیده. داداش حرف بزن خودت، اینا بگو دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید میخواستم ببینه اینجور هول هولکی نمیشه. من میگم الان شما تشریف ببرین، من باش صحبت کنم، بعد ببینیم نظرش چیه. والا راستش اجازه بده، اجازه بده داداش. همو خانم، هم دست خداست، پدرمون رو به قبله است. تا اتفاقی نیفتاده داداشو میخوایم سر سامون بدیم. خدا شفاشون بده. ببینید هما خانم، من واقعا کاری از دستم بر نمیاد. میخوای شما برین چند ساعت دیگه بیاین، خودش باشه، نظرشو بپرسین، ببینین جوابش چیه. باشه، پس ما میریم سر شب دوباره برمیگردیم. چایتون رو میل نکرده؟ ممنون. ان شاء الله دیگه چای خواستگاری. آقا مدیر بفرمو. ان شاء بفرم. اختیار داری. چطور خوب شده؟ خوبیش که خوب شده، فقط این موهای آلوگارسونیشه درست کنین. ها؟ یه موهاش یکم درست میکنین، بجوره برای این سنده چی؟ آقا جان، پسر جان، اینه بگی مستراش کن موشه، جلو گوشش خالی کن، بشنو آقا آدم چی میگه، چی چی؟ داداش من خودم و دست این دوتا دیگه کم آوردم. رامان بابا رو نسوزنی. شما 2 دقیقه دندون رو جیگر بذار، ببین این واکس چه معجزه ای میکنه. واکس؟ مگه نمیگه گوشش نمیشنوه خوب؟ مگه نمیگه شبا خورخور میکنه، نمیتونه نفس بکشه؟ همین دیگه. جنگل آمازونه. شما خودت یکی یه کوپه موکت بشپونه تو گوشت، یه کلاف کامبا بکنه تو دماغت، راحت میشنوی؟ نه دیگه. درست میتونی نفس بکشی؟ خیلی. نه دیگه، اینه که این از داروی نظافت هم بهتره، یعنی کل هم از بیخ از ریشه در میاره موره. بله. اما پنجره یکم داغه، فقط چیز خاصی یادش نداره. یادش نداره. چیزی بهش نگو. من نگارش میدارم. یواش یواش. خدا کنه وکس کم نیاد. این دماغ ظرفیتش بالاست، 2 بار ملات میبره. سرش محکم بگی نقی؟ سرش محکم. آقا میذاری تو دماغ بابا، این نفسش من نیاره. نه نفسش. پنجره جان بابا، هر راه دهن نفس بکش، این خامش باید خودش بگیره. چیزی نیست بابا.
خوب میشه بابا، عوضش قشنگ میشی، خوشگل میشی. فقط سلاخ گوشت مونده. تمام؟ تمام؟ سلامتی. بشین بابا، همینجوری بشین، تکون نخوری. بشین یه خورده خودشو بگیره عمو. داداش، واکس اون تمام شو برم بخرم؟ نه داداش، واکس های اینجا به درد نمیخوریم، میریم ترکیه، واکس خوب میاریم. رحیم رحیم. دارم. اون روغنو خریدی؟ روغن برنزه منو از ساری برای ترکیه؟ اونه که آره، فقط میگن ترکیه آفتابش خیلی قویه، اگه زیاد زیرش بمونیم سرطان پوست میگیریم. آقا چمدون رمزدار رو فراموش نکنید، میگن ترکیه دوز بازاره. داداش ترکیه تشریف میبری ها؟ آزمی. آره داداش، و رحمان رحیم سه داداشید یه چند روزی مجانی داریم میریم ترکیه، کیف کنیم برگردیم جات خیلی. مجانی؟ آره داداش. چی میگی؟ مگه میشه؟ مرگتون مجانی؟ الان بابا بچه نموش نمی کنه. نه من یه دوستی دارم رجب و ترکیه میخواد جنس بیاره، ما رو داره میبره که از پاسپورتامون استفاده کنه. اونجایی که من یادم میاد من تو رو میشناسم، هر کی دوره وارد بوده گدگدول بوده غیر ما. این رفیق از کجا پیدا کردی تو؟ اتفاقا به من گفت هرچی فک فامیل هم داری جمع کن بیار. بدبختی یکی دوره وار ما نبود من بگم این ببرم. ما همین وسط بوغ بودی. داداش تو اسیر زن و زندگی و بچه هستی، علکه میگفتم تو رو هوایی میکردم و الا که لایقتر و شایسته‌تر جز تو برای این سفر. اینه برا من نگو داداش، این صحبت با من نکن، بگو نقی جان من روزای خوب روزای خوشی یادتو نیستم، روزای سخت رو به یاد میارم. آره اینه رو به من بگو، روزی رو یادت بیاد که اومدی گفتی داداش رحمان رحیم گرفتار شدن، عجب شیر افتاده خدمتشین، اینا رو بکش بیار شمال. نقی میگه چش آقا من فلان جا گیر افتادم، سند بذار رو برای من وام بگی فلان. نقی میگه چش آقا من نمیدونم فلانی منه میخواد کتک بزنه، چیر کتک میخواد بکنه، تو بیا سینت ستم کن اونجا. نقی میگه چش آخ نقی ستم کش، تو چقدر با همه اینجوری هستی؟ همه با تو اینجوری هستن. داداش چرا علکه شلوغش میکنی؟ تو هر موقع اراده کنی من میگم اسم تو رو با خودم بیا بریم. نه دست درد نکنه، شما برو لب دریا اونجا سیاه شو، ما سیاه خدایی هستیم. هر 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 فیس کنه تا از بر بکش بیرون. بابا جون من 50 نفر برای من پاسپورت آوردن، میخوای همشون رو امشی کنم بیا سر تو رو ببرم؟ نه من یکی دوتا نیستیم، ما پدر من است، بچه من است. تو یه استادیوم 100,000 نفری باش، من همه رو امشی میکنم تره میبرم. دروغ. مرگ تو. دروغ. والله. چی میگی؟ جونت. جان داداش. جان داداش. تو فقط به من اوکی بده. من نوکر دستم. اوکی؟ اوکی؟ اوکی. خیلی. مدارک تکمیله؟ مدارک همش کامل نیست. من بابا مشکل داریم ولی بچه ها درست. مشکل نداری. شب پاسپورت بیار بده. من میدم رحم و رحیم ببرم برای تمدید. خب. عکس پرسنلی پاسپورتی داری؟ ندارم. اون میرم میگیرم. سر را برو اونجا بگو یه عکس پرسنلی میخوام، دو گوش پیدا، دو گوش پیدا، دو گوش برای پاسپورت میخوام، اونا رو هم بگی به من برسون درست کنم. من نوکرت هم هستم. اوکی داداش؟ نوکرت هم هستم. بریم به بابا برسیم. نکن 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 بابا جان، بشین میخوام بریم ترکیه ترتمیز باشی. ایشالله. به 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 به، هماهنگ باشیم با هم. تو این گوشو بکش، شما این گوشو بکش، منم دو تا سلوخای دماغو در آن واحد بریم. 3 2 1 چیزی نیست بابا جان، چیزی شد دیگه، تمام شده دیگه، عالی شده. بابا باز از این رفتاره کردی؟ اوکی به سلامتی، پاک شد بریم ترکیه. ببخشید مادرم وزنش سنگین، دستشه داره صدا میزنه، من این ازش بگیرم خدمتت زنگ میزنم. نوکرت هم هستم. هیچ معلومه تو کجایی؟ با عشق تقدیم به شما نوکرتم. من اینو میخوام چیکار؟ من بهت نگفتم تو بوتیک دوربین داره ارسطو رفت آمدها رو چک میکنه؟ کجایی تو؟ 1 ساعت منو کاشتی. هرچی هم زنگ میزنم اشغالی. با کی داشتی حرف میزدی؟ عزیز من این چه طرز حرف زدنه؟ با کی داشتی حرف میزدی؟ نه همه شک، همه شبه، اینجوری میشه زندگی کرد؟ من داشتم با مادرم صحبت میکردم. مادرتو ببینم؟ دیگه از این حرفا نزنی. چی شد برای من تیشرت میشد آوردی؟ من همین الان بهت گفتم تو بوتیک دوربین داره. خب ارسطو حساب کتاب همه اونا رو داره، هر صبح هم همشونو میشماره. ماشاءالله سایز تو هم که چند دست بیشتر نداریم، دست بخوره لو میره. اصلا صحبتش نکن. راست میگی راست میگی، من همش برای تو درد سر دارم. خودت نمیخواد لوس کنی، الان چیکار داری؟ مبینا داری یک و نیم برای من کارت بکار کنی؟ من پول نگرفتم هنوز. 75 شما تو کارتم بکشم برات؟ با 75 شما میشه ترکیه رفت؟ این به من مربوطه؟ چقدر تو پر روی، از زمین به آسمون میباره؟ عوضی که تو بی جیب من پر کنی، من با جیبتو پر کنم.
اصلا اینو به من بگو، مگه ارسطو نمیخواد شما رو مجانی ببره؟ بله. پول میخواد چیکار؟ خب عزیزم، من اونجا نباید کیک و نوشابه بخورم؟ یعنی واقعا که کاری نداری؟ کجا میری؟ مبینم. مبینم عزیزم، یه لحظه صبر کن. مبینم. یه لحظه گوش بده. چیه؟ بگو دیرمه. با چرا انقدر تو عصبی هستی؟ چرا انقدر به من پرخوش میکنی؟ عزیزم من یکم آرومش، یکم لطافت. من حرف بدی نمیزنم. میگم بین همه دوستات این خانم عطایی ستایشین. ببین اینا پولمون دارن برای من کار به کار بکنن. به جان ماما من گیرم، من پول بابا رو بگیرم پس میدم. تو خارج رفتنت برای چیه؟ خبریه؟ خدا بهتاش، مگه تو قرار نبود چهارشنبه با پدر من حرف بزنی؟ این دومین بار داری قرار میذاری نمیای سر قرارا. بله، ولی من برای کی انقدر دارم ورجلا میزنم؟ برای کی میزنی؟ برای شما، برای اینکه جلوی پدر شما سربلند باشم. عزیز من، شما به بابا صحبت کن، بگو داماد رفته خارج برای ماموریت، برمیگره برای دستپوسی. تمام. اصلا شما رو پای بابای چنده من برای شی کفش خوشگل بیارم. نمیخواد. تو برو پول کیک نوشابه بده جور کن، نمیخواد برای پدر من چیز بگیری. کی؟ خانم عطاییه. چیکار کردی؟ چیکار کردم؟ چرا رد کردی؟ چیکار میکردم؟ عزیز من، باهاش صحبت کن ببین پولمون داره برای من کار به کار کنه. بهتاش خجالت بکش. کجا میری موبی جان؟ عزیزم بذار من تو رو برسونم. لازم نکرده، خدافظ موبی جان. پس پولمون پیدا کردی به من خبر بده، به من زنگ بزن، من تلفنم آزاده. مومینا. بله. این روسری رو بده تو. کی بود؟ کی بود تلفنه؟ باز چی قد کردی موبینا؟ عزیزم با این اخلاق نمیتونیم بریم زیر یه سقف. خدافظ. آقا مگه من شما رو بلاک نکردم ها؟ نه من یه سوال رفت، من تو رو لعنتی بلاک کردم یا نکردم؟ چیزی نیست. ترس چیزی نیست بابا جان. مرد است، پشتت بذار سفید باشه. بذار من یه شیش درچار از تو بگیرم تاریخی این فوکوس بشه. اینجا رو نگاه کن عمو پنجلی، سرتو بیار اینجا. دست من نگاه کن. نه سر بیار پایین، سرت بیار دست پایین. زبی، دست زبی، دست زبی رو ببین. بشین بشین بابا جان، بلند بشین. بشین بشین بشین، تکون نخور. اینجا رو ببین، نقی بین وار فوکوس ببین. این دست منو ببین. 3 بارک الله 2 1 نه جنده چیزی نیست بابا. بلند شو، تمام شو. تمام شو نقی جان، تو برو بشین، نوبت تو. بابا جان یه برو اونجا بشین، برو قشنگ اونجا بشین، بشین قشنگ، باریک الله. نقی داداش برو بشین. چاش برو بشین که ایشالله که همیشه به خارج. و میخوای پرده رو عوض کنی؟ داداش تو نمیدونی که شیش درچار پاسپورتی با زمینش سفید باشه؟ به اینجا نگاه کن، اینجا دست منو ببین، سرت بیار چپ، یه ذره پایین 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 پایین. خوبه؟ 3 2 1 خب بذار من یه عکستو ببینم. نقی چی شد داداش؟ نقی آه. نه نشد. چرا؟ چش راست بسته است. خب من این چش تو تصادف صدمه دیده. بریم یکی دیگه، بریم. نقی سر پایین، دست منو نگاه کن، چپ، نه سرت یه ذره پایین تر. 3 2 1 خب نه نقی بد نشد، ولی این چش راست یه ذره نیملاس، اداره گذرنامه قبول نمیکنه اینو. شما تو فاصله ای که من چش میبندم و میکنم باید بندازی دیگه، یک فلش دیگه، کاری نداره. بابا چیکار کنم؟ گیر بهت میدن این عکسو دیگه. بریم بریم یکی دیگه. فس فس میکنی داداش. نبی جان اینجا رو ببین، دست منو ببین، سرتو بیار پایین. خوبه؟ 3 یخت درست کن، یخه یخه. آه 3 2 1 چطور شد داداش؟ این خوبه نخی، این فکر میکنم که ایشالله که این خوبه. حتما بله خوبه. نقی جان داداش میشینی چایی با هم بخوریم بریم. من نوکرتم، من شیف دارم، باید برم فروشگاه. نترس بابا، نمک نداره. یاسین پسر چند تا چایی بردار بیار، عمو عجله داره میخواد بره. بشین یه چایی بخور. نهارم بهت میدم عمو پنجلی. نقی جان جا. داداش شنوزی پیش یه زن اومده بود اینجا واسه تحقیق. تحقیق چی؟ والا میگفتیش که شما چند سال با این خانواده معمولی همسایه هستین، این نقی معمولی چه جور آدمیه؟ گفتم والا ما که از اینا بدی ندیدیم. چطور مگه آبجی؟ گفت ظاهرا یه امر خیری در میمسه. امر خیر؟ اینا رو شناختی یا نشناختی؟ من که والا حواس مواس درست حسابی ندارم نقی جان، ولی یاسین پسر من میگفتش که بابا من این زنه رو میشناسم، این خواهر این آقای بیاتی مدیر مدرسه ابوریحان هستش. بیاتی؟ یاسین بابا پسر، یاسین کجایی؟ چایی رو بردار بیا دیگه بابا جان. اومدم. آره اینجوری. سلام علیکم. سلام پسر. سلام یاسین جان،
بابا یاد داری چند روز پیش زن اومده بود اینجا واسه تحقیق میگفتی بابا من این زن رو میشناسم، این خواهر مدیر مدرسه آقای بیاتی هسته بابا یادت؟ آره آره دفتردار مدرسه مونه. خب نقی جان چی شد اینا نیومدن خونتون؟ والا چرا اینا اومدن ولی حرف امر خیر و اینا نبود، ویلچر میخواستم برای باباش. بابای آقای بیاتی که ویلچر سوار نمیشه، من 7-8 ماه دوکماس لگم میذارن زیرش. اینا حتما ویلچر بهانه کردن که بیان خونه وضع زندگی شما رو ببینم من چی به چیه. نقی جان اینا تنها اومدن یا با کسی بودن؟ نه اینا رو خودش و سه تا خواهرش هم بودن، دو بارم اومدن اینا. خب مرد حسابی تو نمیگی که این دو بار میاد با خواهرش میاد واسه چی؟ ها اونا یعنی کارشناس ویلچر بودن؟ نه ولی من بعید میدونم یعنی چه چیزی باشه. آخه این مدیر مدرسه است، با سواد، با کمالات. آخه این بخواد جایی بره برای امر خیر میگه من برای امر خیر اومدم، نمیگه من برای ویلچر اومدم، برای فلان اومدم، که درست حرفش میزنه. بعد ما تو منزلمون امر خیری نداریم مگر اینکه اینا به خاطر بهداشت اومده باشن. دختر داره مدیر مدرسه‌تون؟ نه یه پسر همسن سال بهداشت داره، کارمند بانک. بفرما حتما واسه این پسر اومده. آره اونقی حتما واسه سال نکاح اومده. ای بچه رو چرا میزنی؟ اسم دخترای منو تا کجا میدونی؟ نقی ما این همه سال همسده بودیم، خب معلومه دیگه اسم سارا نیکا رو میدونه. ببخشید دوی جان اسم این بچه های ما میاد چهار ستون بدن ما میلرزه. بیا برو آلاسکا بگی لیست بزن. بچه ناراحت شد. آلاسکا یعنی اینا اگه به این منظور پا گذاشته باشن خونه من پوست سر اینا رو میکنم، یعنی دست میندازم دهن اینا رو من جر میدم. معلومه دیگه تو انقدر عصبانی میشی اونا جرئت نکردن با تو مستقیم حرف بزنن دیگه. نقی جان جان تو میگم هیچ بعید نیست که اینا رفته باشن مستقیم با زن تو همینجوری تموم کرده باشن. چرا داری زبی جان چرت و پرت بار من میکنی مزخرف؟ چرا داری میگی هما بدون اجازه من آب نمیخوره مخصوصا در این مورد؟ خب اشتباه تو نقی جان همینجاست دیگه، اتفاقا این زن ها بیشتر از همه علیلا پوشانیان. ببین نمونهش همین من که جلوی تو نشسته هستم. خب نقی من وقتی به خودم اومدم که وسط عروسی دختر من نشسته بودم، یاروم از اون تعداد میزنه دست قشنگه رو بزنیم به افتخار بابای عروس. علیکی میگه باور میکنی؟ با همین راحتی. یا اولفاس حقیقت یا اولفاس. آقا جان موتور دمه دره؟ موتور میخوش کار؟ عکس که آماده میشه؟ نیم ساعت دیگه سویج موتور بده میرم برمی. داداش دعوا مگو نگیری نقی جانا. نقی نقی دعوا ن... بودیم آلاسکا. اشتباهی کردم به این نقی گفتم اعصاب این تعطیله. آموگان جلی جان بشین بشین آموگان جلی. نقی الان میاد بشین تو آلاسکا. ای بابا ای بابا بشین آموگان جلی بشین. چی من یه چیزی جا گذاشتم گفتم بیام بردارم ببرم. اینا ویلچر رو پس آوردن ها؟ آره چیزه انگار باباشون نتونسته باش کار کنه اونا. یعنی اینا چاق و لاغر چهار نفر آدم
دوبار رفتن اومدن نمیدونستن که باباشون چه امکاناتی داره، چه توانایی داره، میتونه با این ویلچر کار کنه یا نمیتونه. خب لابد فکر کردن که مثلا امتحانش که ضرر نداره، که یه بار بردن. بله خب حقم دارم، پدری که تو کماس، پدری که مشکل داره، به زور دستگاه زنده است، آخه چجوری با ویلچر کار کنه؟ تو کماس؟ بله. تو از کجا میدونی؟ هما جان 15 سال ما داریم با هم زندگی میکنیم، درسته؟ من همیشه با شما اینجوری بودم، غیر اینه؟ شده اینجوری باشم؟ خب منم با شما همیشه اینجوری بودم، که اینطوری بودم. بله. الان چی داری میگی؟ واسه چی اومدی؟ بابا کجاست؟ قضیه بیاتی چیه؟ آها، قضیه بیاتی. اینا به چقی پا گذاشتن تو منزل مسکونی من؟ نخه جان ما که نمیتونیم در خونه رو به رو مردم ببندیم، میتونیم؟ نه ما نمیتونیم یه همچی کاری کنیم، ولی این وسط یکی تو این منزل به اینا چراغ سبز نشون داده، اینا سر قاطر کش کردن اومدن این وری. خاندوانه تمام شد. الان بحث ما جدیه. الان منظورت منه؟ خدا شاهده من تا امروز هیچی نمیدونستم. چرا امروز که فهمیدی اینا یه همچی قصد شوم میدارن چیزی نگفتی؟ قصد شوم چیه؟ چی سلام شده؟ هیچی نشده. اون وقت میگیم دختر های مکی تقلب کردن ایده یاد میگیرن، بالاخره یکی یاد اینا داده دیگه. چرا الان که پرسیدم باز دروغ گفتی چیزی نگفتی؟ سارا نکا ماما میرین تو اتاقتون. بگو چی شد؟ چیزی نشده عزیزه دارم. بگو. بودو برو دارم بهت میگم. درم پشت سرت ببن. دروغ نگفتم. من فقط فکر کردم الان به مصلحت نیست که بسات بگم قضیه. به مصلحت نیست؟ من طالب فکر میگردم شما فقط تو شورای شهر بودی، نمیستم تشخیص مصلحتی شما. یعنی چی؟ دیگه کی میخواستی به هم بگی؟ وقت کارت عروسی نوشتن؟ دقیقه همین اخلاقت آدم نمیتونه چار کلم با طرف بزنه ها؟ فوری رگ غیرتت باد میکنه، شلوغ بلوغ میکنی. اما جان یه جوری صحبت میکنی انگار همسایه اومده از ما نخلوبیا قرض بگیره. اومده خواستگاری، متوجه هستی؟ خب میفهمی یا نه؟ اومدن خواستگاری دیگه، قتل که نکردن، اومدن خواستگاری. خواستگاری همینه. بله بله نه نه تمام. بله بله نه نه، منم این واسه شلغم هستم. نه شما... نه شلغم هستم. شلغم نیستی. نخی فل کن تو رو خدا این عداعت فرا رو. آخه این اخلاق نیست تو داری که تو حرف خواستگاری و عروسی میشه میخوای یقه پاره کنی، نمیدونم دهن تو جر بدی، استخون بشکنی. این مربوط به من و تو نیست، مربوط به همه است. خونه که دختر جوان داره، زن جوان داره، آدمو میان میرن، کارش هم نمیشه کرد. اگه همه مثل تو فکر کنن که هیچکی نمیتونه باهاش که ازدواج کنه که خوبه. مثلا بابای منم همین کارو میکنه وقتی تو اومدی خواستگاری من، تازه با اون شرایطی که تو داشتی. شرایط من چش بود؟ چش نه چش بود شرایط. شما داری میگی؟ نه به من بگو من بدونم. شما بنزت انگار پنچر بود، خونتونم این شوفاژاش هواگیری نشده بود. اون زمان فرق چی نداشتی؟ نه اون زمان فرق میکنه، شما اینو قبول کن. من همه چی داشتم، اصل اون زمان بر ایمان بود که ایمان من تکمیل بود. بله فرق. فول بود. ایمانت فول بود. بله. اصلا من کاری به داشتن نداشتن ندارم. من اینا رو گفتم که یادت بیاد با چه سختی ازدواج کردیم. تازه اینا شرایطشون از ما خیلی بهتره. داماد همه چی داره، خدا رو شکر بعدش خوبه، کار داره، خونه داره، زمین شالی داره، ماشین داره، موتور داره. من نمیدونم خیلی چیزا داره. شما تحقیقاتت کامله ها؟ تاریخ عقد کیه؟ من دعوت هستم یا نه؟ نه من میخوام بدونم، وقتم تنظیم کنم دقیق به موقع برسم، جانمونم از مرسم. بس کن این مسخره بازی رو بذار کنار. اینا اول باید بشینن با هم دیگه حرف بزنن، به نتیجه اگه رسیدن میان با تو هم مشورت میکنن. کی بشینه صحبت کنه؟ چه چرت و پرت داری میگی اما جان؟ خودشون غلط کردن، خودشون بیجا کردن بشینن صحبت کنن. مغز تکون خورده تو؟ چه تاثیر قرصاس داری اینا رو میگی؟ یا این خندوانه باعث شده یا همه چی رو با خنده شوخی برگزار کنه؟ نقی بی خود شلوغش نکن، بالا بری پایین بیای، تصمیم گیرنده نهایی خودشونن. من و تو فقط میتونیم نظر پیشنهادی بدیم، مشورتی بدیم. تازه اگه از ما بخوان، وگرنه اصلا حق دخالت نداره. شما که اصلا دخالت نکن، با این طرز فکری که داری اصلا دخالت نکن. ولی من دخالت میکنم، باید دخالت کنم. نه. وظیفه شرعی و قانونی منه دخالت. نه وظیفه شرعی و قانونی تو نیست دخالت کنی. انقدر همه به تو اجازه دخالت دادن فکر کنی وظیفت تصمیم بگیری. نه نقی جان اینطوری نیست، این آینده ای اوناست. حد و حدود خودتو بدون. یه کاری نکنی بهت بگم به تو چه ها؟ به من بگم به تو بله چه؟ بله یه کاری نکن از این خونه بذارن برن. از این خونه برن. اینجا علی آباده؟ جنب راهن؟ پلک 5؟ منزل نقی معمولی؟ چی داری میگی؟ من فکر میکنم آدرس رشته با اومدم. شما همسر نقی معمولی نیستی؟ زن ما اینجوری صحبت نمیکرد، اینجوری حرف نمیزد. کی تو رو شستشوی مغزی داده؟ خانواده بیاتی؟ دکترت یا این بشر رامبد جوان؟ سلام داداش چیه؟ سلام. چی شده؟ تو هم نمیدونی از همه جا بیخبر یه هم یه تو ولکنی بابا خب ولکنی خدا من از هیچی خبر ندارم. قضیه ترکیه رو میگی؟ ترکیه رو از کجا میدونی؟
این از کجا میدینی؟ مسئله شد دوتا تالا خواستگاری بود، ترکیه هم اضافه شد. آخ نگی تو چقدر با همه اینجوری هستی، همه با تو اینجوری هستن. بس خواستگاری چیه؟ خجالت بکشی واسه من گربه نره روبای مکار نشین، دست از سر این پینوکی بدبخت بکشین. داداش نقی جان، داداش نقی نداره، من میرم فردا بر میگرم تکلیف شما رو روشن میکنم. من باید بدونم توی لانه جاسوسی چی میکنم. نیفتی حالا چی شده؟ خواستگاری چی چیه؟ بشین میگم بسن. چرا اینجوری بود؟ قاطیه. الو سلام پسر خاله. سلام دختر خاله، عرض خوبه خواسته بجوی؟ من رسیدم، روپول هستم. نه برگشته. برگشته؟ مگه شیف نبودین؟ نمیدونم دیگه، این سرزده اومد و خونه الان دوباره دو رفته دو حیات میخواد. دیدمش داره سوار موتور میشه. تو همونجا بمون، ما با تماس میگیرم. من با میستم اینجا تا بره دیگه. داداش چه خبر؟ فامیلش آجه شانسی داریم، حتما داره میره خونه نقی. مطمئنی؟ آره که مطمئنم، بوله پول که حلوا پخش نمیکنن که، معلومه که خونه نقی اونجا سیرم داره میره اونجا. بابا بوتیکیه ره بوتیکیه بوتیکی. برگردیم بریم. داداش برگردیم چیه؟ ما با همون خانم حرف زدیم، منتظرمونن. داداش برگرد ما رو دید زشته، حالا به شما نمی کنیم که. پس گوش کنین، تو این اونجا هست یک کلمه حرف نزنین و اگرم چیزی از شما پرسی بگید ما آمدیم ویلچر بخریم، یاد نکنین و بریم. آقای عرستو عامر. سلام علیکم. این آقا عرستوی عامر از اون شاگردای زرنگ من. بخش خیلی هم مستعد با استعداد بود تو یادگیری زبان خارجه. اینقدر بچه بود و ماشاءالله الان برای خودش مردی شده. میبخشید شما منزل آقا نقی تشریف میبرید؟ بله منم تشریف میبرم، البته با تأخیر. شما مگه اونجا تشریف میبرید؟ بله ما میخواستیم ویلچر پدرشونو برای پدرمون خریداری کنیم. یس ویلچر پدر پنجری. بله پدر خدا بیمار، هنوز قید حیات مگه؟ عامر جان مگه من خودم چند سالمه؟ معلومه که پدرم زنده است. شما که ماشاءالله زن ماشاءالله با 30 سال پیش مو نمیزنید، مو رو کامپلت رنگ کردی. فرض کنم درست که ما پیر شدیم اما دل هنوز جوانه. داداش تو بگیر گل دستت. آخ 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 نقی راست میگه سر پله. ای بابا این کجا بود؟ این که گفته بودن امشب نیست که، شیفت سر کاره که. آسانسور اصلی فتنه توی. خوب با پای خودت اومدی رو پول. حالا یه جور پول شکم بهت بزنم خاکت کنم که دیگه اگه کلاتم افتاد این بری نیای تو حوزه استفاضه من. آقای مدیر اگه نقی چیزی گفت سوالی پرسید من با شما اومدم. و با ما اومدی؟ آره نقی از وقتی تصادف کرده دیگه رابطهش با من شکراب شده، با من حرف نمیزنه.
زخم منو دلگیر داره یار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم فلک برگردنم زنجیر داره یار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم فلک از گردنم زنجیر بردار یار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم که غربت خاک دامنگیر داره رفیق از من جدا شد یا رب غر بد یاره حال اینی آی به غربت و شنا شد و آی بر من دل خو من غریب می نسوزم مثل شمینی می شد یاره ناره